محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. هدیه نثار روح مطهر آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین شاه نجف علی مرتضی همسر مکرمش بیبی دعالم فاطمه زهرا سلاله های پاکش بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا به حق عظمت این شب 19 ماه رمضان، شب ضربت خوردن امیر مؤمنان، و به عظمت این حرم و بارگاه، حرم حضرت شاه چراغ احمد ابن موسی علیهم السلام، خدا باران رحمتش رو، خیرات و برکاتش رو بر این سرزمین نازل کنه. هر چی درد و بلا و گرفتاری و غم و غصه و مریضی و فساد و گناست از سر این مملکت و همه مظلومان و گرفتاران عالم برطرف کنه و این ایام رو ایام ظهور یوسف زهرا قرار بده. صلوات سوم جلیتر ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این مکان مقدس، در این حرم باصفا، و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. ما در عصر غیبت واقع شدیم، در عصری که ظاهراً نمیتونیم امام زمانمون رو ببینیم. در عصر غیبت تنها وظیفه ما اینه که یک کاری کنیم آقامون بیاد، یک کاری کنیم اون نسلی که توفیق زیارت حضرت رو پیدا میکنه ما باشیم، اون عصری که صدای نازنین یوسف زهرا رو از کنار کعبه میشنوه که میفرماد انا بقیت الله، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمه الزهرا، ما باشیم. خب در عصر غیبت چه کار باید بکنیم؟ باید یک کاری کنیم آقا بیاد. برای اینکه بسترسازی کنیم، زمینه ظهور رو فراهم کنیم، باید ظرف پیدا کنیم. بهترین ظرف برای تربیت انسانها و برای بسترسازی ظهور خیمه های عزای سید و شهداست. اون جایی که عده دور هم میشینن به عزای سید و شهدا سینه میزنن، گریه میکنن. خب حالا آمدیم زیر خیمه های ابا عبدالله، وظیفمون چیه؟ یک وظیفه بیشتر نداریم، اونم اینه که رفیق هم باشیم. تا ما رفیق نشیم ظهور تحقق نمیگیره، تا ما دلهامون با هم مهربان نشه ظهور تحقق نمیگیره، تا ما بزرگترامون به کوچکترامون محبت نکنن ظهور تحقق نمیگیره. بذارید بحثمو اینجور آغاز کنم که اصلا ما آفریده شدیم برای رفاقت. اصلا خدای خوبه که رفیق باشه و خدا رفیقه. شما در همین زیارت و دعای جوشن کبیر گفتید یا رفیق من لا رفیق له. رفیق اسم خداست. جایی دیگه در همین جوشن کبیر گفتید اللهم انی اسألک باسمک یا شفیق و یا رفیق. رفیق اسم خداست، یعنی بدون وضو نمیشه به نام خدا، به نام رفیق دست زد. خب رفاقت یعنی چی؟ خدا رفیقه یعنی چی؟ مناجات امیر مؤمنان در مسجد کوفه عین رفاقته. تا
تعابیری که امیر مؤمنان برای خدا و رفاقت خدا به کار میبره. مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق هل یرحم المخلوق الا الخالق. مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک هل یرحم المملوک الا المالک. مولای یا مولای انت العزیز و انا الذلیل هل یرحم الذلیل الا العزیز. انت القوی و انا الضعیف انت الغنی و انا الفقیر انت المعطی و انا السائل انت الجواد و انا البخیل انت الکبیر و انا الصغیر. ای خدای عالم دست من جاهل رو بگیر، ای خدای قوی دست من ضعیف رو بگیر، ای خدای غنی دست من فقیر رو بگیر. رفاقت یعنی اغنیا دست فقرا رو بگیرن، رفاقت یعنی بالاترا بالا دست ها دست زیر دست ها رو بگیرن، رفاقت یعنی علما دست جاهلا رو بگیرن، آدم خوبا دست آدم بدا رو بگیرن، اونا که یه پله بالاترن دست اونا که یه پله پایینتره رو بگیرن. به این میگن رفاقت. امشب که هممون اومدیم در خانه خدا به خاطر رفاقت خدا با خودمون اومدیم. فرمود امشب بیاید، هر کی هستی بیا، هر آنچه هستی بیا، صد بار هزار بار توبه شکستی بیا، من امشب میخوام ببخشم. اگر امشب همه مسجدهای ایران، همه حسینیه ها، همه امامزاده ها پر از جمعیته، چون یه خبر تو عالم پیچیده که خدا امشب میخواد ببخشه، چون قوی تره ما ضعیفا رو میبخشه، چون معطیه ما گداها رو میبخشه. امشب که آمدیم چون گفتن یک شب هزار ماه، یک شب 70 سال، خدا فرموده هر کی امشب بیاد منو صدا کنه میبخشم. همین اول صحبتم یه قصه ای رو براتون بگم که امشب تا سحر بدونید با خدا چی بگید. پارسال شب 23 ماه رمضان حرم آقا علی عباس کاشان بودم. حدود 3 شب بعد قرآن سر گرفتنم منبر اومدم پایین. یه جوان 17-18 ساله اومد جلو گریه میکرد. گفت آقا سید من از 7 شب اومدم اینجا دارم گریه میکنم. الان 3 شبه، 8 ساعت دارم گریه میکنم. آیا خدا منو بخشیده یا نه؟ خب من چی باید جواب این جوونو بدم؟ اونایی که امشب اومدید در خانه خدا، اونایی که امشب به امید آمدید بشنوید، خدا بخشیدتون یا میخواد ببخشیدتون، کدومه؟ به این جوون که گریه میکرد گفتم جوون من یه قصه ای رو برات تعریف میکنم، گرهت وا میشه. روز 28 ذی‌حجه حر جلو سید و شهدا رو گرفت. آقا فرمود هر بذار من این سرزمین برم. گفت نمیذارم. آقا فرمود بذار تا گرگهای گرسنه نیومدن، تا شمر و خولی و هرمله و شبس و عمر سعد نیومدن من این سرزمین برم. گفت نمیذارم. آقا فرمود مادرت به عزاد بشینه، نذار مادر من تا قیامت به عزام بنشینه، بذار من برم. گفت نمیذارم. انقدر آقامونو جوون هر نگه داشت تا عمر سعد با لشکرش اومد، شمر اومد، خولی اومد، سنان اومد، شبس اومد، هرمله اومد. وقتی تمام گرگهای گرسنه دور سید و شهدا رو گرفتن، نیمه شب هر پشیمون شد. کسی که شب عاشورا جنایتکارترین فرد تو لشکر عمر سعده، کسی که یه کاری کرد که زهرای مرضیه تا قیامت به عزای حسین گریه کنه. بشنوید گناهکارا، امشب مقابل چه خدایی ایستادید؟ نیمه شب عاشورا پشیمون شد.
را افتاد سمت خیمه امام حسین. جوون، آقای ما چند تا کار میتونست بکنه که حقش بود. یک، بگه تیراندازا هرو از دور بزنید، برای چی بیاد؟ حالا میاد که به درد نمیخوره، حالا میاد که فردا بچه ها منو میکشن، حالا میاد که من فردا قتلگاه میرم، حالا داره میاد که فردا عزیزترین بندگان خدا در هیئت اسیر به اسارت میرن. رود میشه بیای از دور با تیر بزنیدش. آقامون این کارو نکرد. دومین کاری که آقامون میتونست بکنه این بود که وقتی هر رسید آقا چهار تا حرف بارش کنه، بگه چجور رود شد اومدی، چجور خجالت نکشیدی پشدی اومدی، چقدر به تو گفتم بذار من این سرزمین برم، میرم ایران، میرم حبشه، میرم روم، میرم یمن، یه جا میرم که دیگه مردم عراق و حجاز نام منم نشنون. نگذاشتی، گفتم نذار مادرم تا قیامت به عزام بشینه، گفتی یه کاری میکنم مادر تا قیامت به عزاد بشینه و کردی. برو. آقامون این کارم نکرد. سومین کاری که آقامون میتونست بکنه که همه ما امشب توقع داریم خدا این کارو با همون بکنه، که امام حسین بگه هر من نمیتونم ببخشمت، جرمت زیاده، دیگه به درد من نمیخوری، برای چی اومدی؟ یه خورده زیاد گریه کن، یه خورده زجه بزن، یه خورده ناله بکن ببینم میتونم ببخشمت یا نه. بعد هر تا صبح گریه کنه، زجه بزنه. خیلی ها فکر میکنن امشب خدا نشسته ما بیایم زجه بزنیم ما رو ببخشه. جوون، حسین ما این کارم نکرد، آقای ما یه کار بیشتر نکرد، چون آقاست، چون مظهر رحمت خداست. تا از دور سایه هر رو دید فرمود علی اکبرم پشت و عمود هر رو تحویل بگیر، اصلا نذاش هر زبان وا کنه، اصلا نذاش هر شکوه کنه، اصلا نذاشت هر عذرخواهی کنه. ای مهربان تر از مادر حسین، مادرم همینطوره. شما هر چی به مادرت بدی کنی وقتی توبه میکنی برمیگردی مادر میگه پسرم هیچی نگو، همین که آمدی جگرم خنک شد. فرمود علی اکبرم پشت برو عمود هر رو تحویل بگیر. جوون، حسین این خدا اینقدر راحت میبخشه، خدای این حسین چقدر راحت میبخشه. جوون، هنوز در خونتو نبسته بودی خدا بخشیددت، بیا اینجا بشین راحت با خدا صحبت کن. همه تون مادر دارید، همه تون بابا دارید، من بحثم امشب رو مادره. مادرها گاهی یک روز صدا بچهشون رو نشنون دلتنگ میشن، گاهی یه هفته صدا بچهشون رو نشنوه دلتنگ میشه، اما یه خدایی داریم که روزی پنج بار دلتنگ صدای ماست. دیدی مادر میگه پسرم اگه هفته یه بار به من زنگ نزنی صدا تو بشنوم شیرم و حرومت میکنم. قربون این مهربان تر از مادر خدا که فرمود روزی پنج بار باید بیای صدا تو بشنوم. عزیزان من، قرآن صدای خداست با ما، نماز صدا و کلام ماست با خدا. وقتی میگی الله اکبر کیف کن که خدا نشسته صدا تو بشنوه. روزی پنج بار خدا دلتنگ صداتون میشه، اگه روزی پنجاه بارم بیاید خدا میاد و صداتونو میشنوه. اجازه بدید تو رفاقت با خدا یه جمله دیگه بگم. من شاید بیش از 100,000 بیت خوندم، یعنی برای هر بیتی ساعتها وقت گذاشتم، صدها هزار بیت شعر خوندم، اما بیتی از این بیتی که میخوام بخونم زیباتر در توصیف خدا در شب قدر پیدا نکردم. که دیده ای تو مرا و خریده ای تو مرا، مردم ندیده مشتری منن. روایت داریم اگر خدا پرده ها رو بزنه کنار، بچه ها پدر مادراشونو خاک نمی کنن، پدر مادرها بچه هاشونو خاک نمی کنن. اما قربون تو خدا برم
که دیده‌ای مرا و تو خریده‌ای مرا. فإن الشاهد هو الحاکم، هر وقت من گناه کردم تو شاهد بودی، در اوج شهادت حاکم هم بودی. اما من هی گناه کردم تو حیا کردی، هی من گناه کردم تو رو تو برگردوندی، هی من گناه کردم نذاشتی زمین و آسمان از گناه من متوجه بشن. همه تون حرم امام هشتم رفتید، خدا انشاءالله به صاحب این حرم، به شاه چراغ روزیمون کنه زود به حرم امام رضا هم برسیم. تو زیارت بعد زیارت امام رضا چی میگی؟ میگی یا سیدی خدای من، اگر زمین میدانست من چه گناه ها کردم و چجور حریم تو رو شکستم، زمین میشکافت و من فرو میرفتم. اگر کوها گناه های من رو دیده بودن، بر سر من ویران میشدن. او سماواتو، اگر آسمون ها شاهد گناه کردن من بودن، بر سر من ویران میشدن. اگر دریاها میدانستن من چقدر حریم تو رو شکستم، منو تو خودشون غرق میکردن. یعنی چی؟ یعنی زمین و آسمان، کوه و دریا شاهد گناه من و تو نیست. خدا رحیم تن از اینه. میدونی چرا؟ چون میگه من اینو میشناسم. این شب 19 محرم زون لباس عزای علی میپوشه، میاد تو مسجد میشینه، قرآن رو سر میگذاره، منو به یه کسایی قسم میده که من نمیتونم از کنارشون راحت بگذرم. یه آدم بی سر و پا میاد به شما میگه جان مادرت گره منو وا کن. تو به اون نگاه نمی کنی، تو به محبتت به مادر خودت نگاه میکنی، کارونو را میندازی. خدا میفرماد این شب قدر میاد، قرآن میذاره رو سرش، میگه الهی به فاطمته، او نمیفهمه فاطمه کیه، من که فاطمه رو بین در و دیوار دیدم که میدانم. میگه الهی بالحسینه، او نمیدانه حسین چه کرده برا من، من که دیدم حسینم تو قتلگاه وقتی تیر و نیزه میخورد، میگفت رزم به قضائک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. من اون شب اینو باید ببخشمش. این رفاقت خدا با ما. یکی دیگه از عناصر رفاقت خدا با ما شفاعته. همین جا کافیه، شفاعت بماند برای یه وقت دیگه. خب خدای خوبه که رفیق باشه. یه پله میایم پایین تر، امامی خوبه که رفیق باشه. امام رفیقه. علی ابن موسی رضا علیهم السلام میفرماد الامام انیس الرفیق، امام اول رفیق توست. امیر مؤمنان سنگ به شکم میبست، همیان به دوش میگرفت، در خانه فقرا میرفت، بهش میگفتن آقا این چیه به شکم بستی؟ میفرمود روزه بودم، افطار چیزی نداشتم بخورم، سنگ بستم گرسنگی کمتر اذیتم کنه. آقا اینا چیه روشونت؟ اینا قضاست برای ضعفا و فقرا و بیچاره ها. امیر مؤمنان پوست گوسفند رو دست گرفت، فرمود اهل مدینه، این شبها دوشک من و فاطمه است، روزها توش علوفه میریزیم، جلو چارپا میذاریم. ابن ابوالحدید عالم اهل سنت میگه در همین حالی که امیر مؤمنان یه پوست گوسفند تمام ثروتش بود، در همین آن سود یک باغ آقا در منطقه ینبع سالی بیش از 40,000 درهم بود که از خود باغ پول مستقیم در خانه ضعفا و فقرا و بیچاره ها می رفت. یه قصه از امیر مؤمنان بگم تا قیامت به علوی بودنت کیف کنی، به این که امامت و آقات و مولات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم السلام. جورجی جرداق مسیحی که 200 بار نهج البلاغه رو خونده، یه خطبه حضرت رو بیش از 1,000 بار خونده، میگه قصه ای از امیر مؤمنان می نوشتم، انقدر گریه کردم که اشکم با ورق و جوهر قاطی شد و ورق از هم پاشید. میگن چی می نوشتی؟
میگه اینو مینوشتم که شبی از شبهای کوفه امیر مؤمنان که در هر خانه‌ای میرسید در نمیزد، که غذا، پول، درهم میذاشت میرفت در خونه یکی دیگه. اومد در خونه فقیر پول و غذا بذاره، دید صدای بچه یتیم از تو میاد داره گریه میکنه. جورجی جرداغ میگه علی اقیانوسیست از کران تا بیکران، هیچ این اقیانوس رو به تلاطم وانمی داره الا اشک بچه یتیم. آقا نتونست رد شه، در زد، مادر اومد دم در، گفت بله. آقا فرمود مادر بچت برای چی گریه میکنه؟ گفت آقا بچم یتیمه، امرو بچه های کوفه سر به سرش گذاشتن، گفتن تو که بابا نداری برات اسب چوبی بخره. ببین ما اسب چوبی داریم، ما بابا داریم، بچه امشب بهونه بابا گرفته. آقا فرمود میشه بگی بچت بیاد دم در؟ بچه اومد دم در، یک عالم مسیحی پایین داستان انقدر گریه میکنه که ورق و کاغذ و جوهر همه از هم میپاشه، میگه بچه اومد دم در. آقا فهمود پسرم دورت بگردم، خونکی جگرم، چرا گریه میکنی نصف شب؟ گفت آقا بچه ها کوفه خیلی من اذیت میکنن، هی میگن تو یتیمی بابا نداری. آقا فرمود یه خواهشی کنم قبول میکنی؟ گفت آره. گفت فردا صبح هر کی گفت یتیمی بگو من یتیم نیستم، من بابام امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب حاکم حکومت اسلامیه. گفت نمیخوام، من الان اسب چوبی میخوام. امیر مؤمنان نشست با اون عصایی که دستش بود اسبی تراشید چوبی، داد دست بچه. میگن کارد به استخون میرسه آدم میبره، بچه دیگه صبرش تاق شده بود. آقا من اسب چوبی نمیخوام، من الان خود اسبو میخوام. امیر مؤمنان فرمود پسرم میشه من اسب تو بشم؟ گفت آره. علم الله، ید الله، سیف الله، وجه الله، لسان الله، مظهر تجلی تمام صفات خدا امیر المؤمنین، پشت کرد به بچه. بچه رو شونه حضرت سوار شد، آقا پشت شد، شروع کرد راه رفتن. دید بچه نمیخنده، یه نگاه کرد پسرم بابا چرا نمیخندی؟ گفت بابا اسب که اینجوری راه نمیره، اسب لیله لیله میره. میگه امیر مؤمنان شروع کرد لیله رفتن، دید بچه نمیخنده. خب نخنده، نه باباست. فرمود پسرم دورت بگردم، من که لیله لیله میرم، چرا نمیخندی؟ گفت آقا اسب که فقط لیله را نمیره، صدام در میاره، شیهم میکشه. میگه امیر مؤمنان این بچه رو به دوش سوار کرد، لیله میدوید و راه میرفت، صدا اسب در میآورد، این بچه قهقه میزد، انقدر حضرت او رو چرخوند و برای او صدا در آورد که بچه رو شونه امیر مؤمنان خوابش برد. آقا برد تحویل مادرش داد، بمیرم از امروز دیگه شبها یتیما باید گرسنه بخوابن. رفاقت اهل بیت با مردم، یکی دیگرشم بگم این بحثم بذارم کنار. کریم اهل بیت امام حسن مجتبی، عزیزان شب قدر خوب گوش بدید، از نمازی که امشب میخونید شنیدن این حرفا واجب تره، از دعایی که میخونید واجب تره، اینا دین ماست. امام حسن داشت با غلامش از مدینه می اومد بیرون، دید یه غلام سیاه کنار دیوار مدینه نشسته داره تیلیت میخوره. تیلیت یعنی آبگوشت، یه چیزی که بپزی با آب توش نون بریزی. آقا امام حسن دید این غلام سیاه یه لقمه میخوره، یه لقمه جلو سگ میندازه، یه لقمه میخوره، یه لقمه جلو سگ میندازه. آقا وایساد، فرمود غلام غذات انقدر هست که هم شکم خودت رو سیر کنه هم شکم این حیوانو؟ گفتم. گفت نه. آقا فرمود پس چرا غذا داری تقسیم میکنی؟ غلام سیاه گفت آقا من حیا میکنم یه گرسنه، یه حیوان گرسنه جلوم باشه، من شکمم سیر باشه. آقا فرمود باریکالله، آفرین، صاحب تو کیه؟ گفت این باغ، صاحب این باغ ارباب منه. آقا فرمود میشه بگی صاحبت بیاد؟ غلام سیاه رفت اربابش رو صدا کرد اومد. اربابش از دور که امام حسن رو دید با زانو خورد زمین، زانو زانو اومد جلو،
دورت بگردم، پسر فاطمه، پسر پیغمبر، غلام من کاری کرده. آقا فرمود باغتو چند میفروشی؟ گفت 10,000 درهم. آقا به غلام خودش فرمود برو از خونه 10,000 درهم بیار. آقا غلام رفت 10,000 درهم آورد. آقا تحویل صاحب باغ داد، فرمود باغت برا من، غلامتو چند میفروشی؟ گفتم آقا اینقدر از این باغ سود کردم، غلام دیگه پیشکش. بشنوید مردم، میخواید فقیر نشید؟ میخواید پول دار شید؟ میخواید دست به خاک میزنید طلا بشه؟ دست بیچاره ها رو بگیریم. آقا فرمود غلام پشو، تو صاحب این باغ شدی، آزادت کردم. یه جمله امام فرمود، فرمود تو حیفی غلام باشی، تو باید آقا باشی. تویی که به یک سگ رحم میکنی، حیفی تو برده و دست خالی باشی. تو صاحب این باغ، باغ به تو هدیه، خودت هم آزاد کردم. اما حرف آخرم، مردمی خوبن که رفیق هم باشن. جامعه‌ای که غنی و فقیر داره، اون جامعه آمادگی برای ظهور نداره. جامعه‌ای که اغنیا ماشین‌های میلیاردی سوارشن و فقرا از شکم خالی رنج ببرن، اون جامعه توش رفاقت نیست. چه کنیم امام زمان بیاد؟ شب 19 ماه مبارک رمضان باید رفیق هم باشیم، باید دلهامون برا هم بسوزه، باید قصه هامون یکی بشه. تا زن و شوهرها با هم رفیق نشن، طلاق از جامعه نمیره. تا پولدارا با فقرا رفیق نشن، فقر از جامعه نمیره. چه کار کنیم تو جامعه دینی گرسنه نداشته باشیم؟ باید دلهامون یکی بشه. یه جمله بگم، یه قصه از رجب علی خیاط. عارفی میگه آمدم خدمت رجب علی خیاط، گفتم آقا به اینجام رسیده، من دیگه باید امام زمانم رو زیارت کنم. آقا یه نگاه کرد تو صورت من، فرمود 40 شب شبی 100 بار این آیه رو بخون. بسم الله الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سوره اسراء آیه 80. 40 شب شبی 100 بار بخون، شب 40 آقا تو میبینی. عارف میگه رفتم 40 شب خوندم، شب 40 خوندم خبری نشد. خوابیدم نیمه شب، دیدم یه آقایی منو صدا میکنه، اما این صدا رو زن و بچه‌م نمیشنون. اومدم تو حیاط، دیدم صدا تو کوچه است. در کوچه رو که وا کردم، دیدم یوسف زهرا ایستاده، اما پوشیه زده، نورش کل شهر رو روشن کرده. تا در رو وا کردم، یه نگاه کرد به من، فرمود تو فکر کردیم ما بچه های مادرمون زهرا رو نمیتونیم غذا بدیم؟ ما میخوایم یه لقمه تو سفره شما پول دارا بگذاریم. و رفت. صبح اومدم پیش رجب علی خیاط، گفتم دورت بگردم، دیشب یوسف زهرا اومد، اما دعوا کرد با من. ای کاش نمی اومد، هم صورت پوشونده بود، هم نه سلامی نه علیکی، تشر زد رفت. شیخ رجب علی خیاط رو کرد به عارف، فرمود میدونی چرا آقا پوشیه زد و اون جمله رو بهت گفت؟ دیروز صبح اون بچه سید یتیم که اومد در مغازت، گفت مادرم میگه یه صابون بده بچه هامو بشورم، بعدن پولشو میدم. تو یه داد زدی سر این بچه سید که ننه تو فقط مغازه ما رو بلده، برو یه جا دیگه قرض بگیر. دل این بچه سید رو شکوندی. دیشب که امام زمان بهت گفت، تو فکر کردی ما نمیتونیم شکم بچه های مادرمون زهرا رو سیر کنیم، نمیتونیم غذا بدیم؟ باید دلهامون به هم نزدیک شه، باید مهربونی در جامعه ما حاکم شه، هم بین زن و شوهرها، هم بین پدر و مادر و فرزندها، هم بین فرزندان با پدر مادرها، هم بین خواهر و برادرها، هم بین کاسبا و مردم، همه رفاقتانه با هم سیر کنیم.
نه که جیب همو بزنیم، نه که خدا ناکرده اجناس بنجلو در به داغونو به هم تحویل بدیم، نه که کلا سر هم بگذاریم. تا ما به هم رحم نکنیم که امام زمان نمیاد. او وقتی میاد که دیگه فقیر بین ما نباشه. بعضی وقتا فقرا میگن سید امام زمان پکی میخواد بیاد، میگم دورت بگردم، مشکل شما رو ما هم میتونیم حل کنیم، نیازی به امام زمان نی، آقا رو برای کارا بزرگتر بخوایم. قصه آخر، ایشالله امشب دلاتون گرم شه، فردا یه دل شاد کنید، یه فقیر رو سرپرستی کنید، دست یه زمین خورده رو بگیرید. من وقتم خیلی زیغه، شاید همین الانم وقتم تموم شده باشه. توی این زیغ وقت میخواستم سه تا محور رو مطرح کنم. علی ابن مهزیار بماند، قصه علی ابن مهزیار بماند برای وقتی دیگه. سید مهدی قوام از روزخونا خوب تهرون از دنیا رفت، دیدن یک کاخ و بارگاه داره خیلی مجلل. گفتن آ سید مهدی این کاخ و برای چی بهت دادن؟ گفت به دو علت، نصفش مرهون روزخونی سید و شهداست، نصفش مرهون یه اتفاقه. گفتم چه اتفاقی؟ گفت تهرون سیل اومده بود، ما تو ناصر خسرو تا سینه هامون آب گرفته بود، همه رفتیم بالا پشت بوما، آب از بالا می اومد می زد به پل، یه سگ تو آب گیر کرده بود. سگ شنا بلده اما سرعت آب انقدر زیاد بود که این سگ رو می زد به پهلوی پل، پهلوهای این سگ زخم شده بود، هی ناله می کرد، آب می خورد. همه این صحنه رو می دیدیم، اما خب یه حیوانه. من عمامه سیدیمو گشتم کنار، عبامو کندم، با لباس زدم تو آب، رفتم این سگ رو بغل کردم. همین که سگ رو بغل کردم گفتم خدایا سگی را به سگی بیامرز. این دعای من مستجاب شد و هرچی بهشت به من دادن به خاطر اون ترحمی بود و اون محبتی بود که به این سگ کردم. یک کاری کنیم توی مملکت گرسنه نداشته باشیم. خیلی گرسنه داریم، خیلی فقیر داریم، خیلی ها که تو خونه. خجالت رهبر انقلاب هفته قبل فرمود من جای اون جوانی که شب میاد خونه و دستش خالیه، من از او بیشتر خجالت میکشم. ایشالله خدا باران رحمتش خیراتش رو بر این مملکت نازل کنه. ایشالله دلهامون به هم مهربون شه. ایشالله هر چی غم داریم بره. ایشالله اغنیا به فقرا، بالا دستا به زیر دستا، مسئولین به مردم مهربون شن که اگر این اتفاق بیفته فقر، فساد، گناه، اختلاس، رباخوری، رشوه‌خوری همه از این مملکت بار خواهد برداشت و از این مملکت خواهد رفت. اما شب 19 روزه بخوانم گریه کنید، شبیست که خدا اشک چشم و دوست داره. تا نگرید طفلک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. مثل امشب سحری مولای ما رو زدن، به نامردی هم زدن، از پشت سر زدن. چنان ناله زد که عرش خدا به صدا آمد، ستونهای هدایت لرزید. فست و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم. بچه های زهرا آمدن، بابا رو در گلی می گذاشتن، تمام بدن بابا غرق خونه. بابا رو آوردن سمت خانه. آی بابایی که دختر دارید، یه جای امشب میخوام برم، هیچکی با دست خالی انشاءالله از محضر این پسر موسی بن جعفر نره. بابا رو آوردن در خانه دختر، تا چشمش به در خانه زینب 35 ساله افتاد، فرمود حسن جان، حسین جان، بابا رو زمین بگذارید، زیر بغلا باباتون رو بگیرید. چرا بابا؟ فرمود دخترم تحمل نداره، دخترم طاقت نداره فرق دوتا ببینه. بمیرم برات امیرالمؤمنین که انقدر حواست به زینب بود، اما بمیرم
برای 3 سالی که از کربلا تا کوفه و شام هر وقت سوال کرد عین ابی بابام کجاست، گفتن بابات سفر رفته. باباهایی که مکه رفتید، بابا که مکه میخواد بره، یه نفر بابا رو پیر میکنه، اونم دختره، دنبال بابا راه میفته، هی میگه بابا کی میای، بابا زود بیا، بابا میری برای من عروسک میخری، بابا برای من روسری میخری، بابا چند تا به خوابم میای، هی باباشو اذیت میکنه، بابا میشه نری، بابا میشه منو ببری، تا میرسی پا پله های هواپیما پیر میشی. اما وقتی میری دختر میاد تو خونه، اول با خودش حرف میزنه، هر شب بابام رفته سفر، بابام میاد برای من عروسک میخره، هی با خودش حرف میزنه. چند روز میگذره صبرش کم میشه، میره قاب عکستو ور میداره، هی با عکست صحبت میکنه، کم کم از اینم خسته میشه، میاد دم در وامیسه، کوچه رو نگاه میکنه، کم کم از اینم خسته میشه، میاد میگه مادر چند تا بخوابم بابام میاد، مادر میگه پسر دخترم 5 تا بخوابی بابات میاد. دختر سر تا پا احساسه، میشموره 4 تا بخوابم بابام میاد، 3 تا بخوابم بابام میاد، 2 تا بخوابم بابام میاد. شبی که میخواد باباش بیاد دیگه نمیخوابه، هی روسریشو عوض میکنه، هی زلفاشو شونه میکنه. ناله بزنید، شب ناله است. به به، مردا گریه کنن قشنگه. پیغمبر فرمود زهرا جان حسین تو میکشن، فرمود بابا شما هستی براش گریه کنی؟ گفت نه. گفت من هستم؟ گفت نه. گفت باباش علی هست؟ گفت نه. داداشش هست؟ گفت نه. گفت بمیرم حسینم گریه کن نداره. پیغمبر رو شما حساب وا کرد، گفت دخترم یه امتی میان که ما رو ندیدن، اما مرداشون عین مادر بچه مرده برای حسین ناله میزنن. به به، انقدر تو این استان فارس دلشون برای این حرم تنگ شده، یا پا ندارن بیان، یا جون ندارن، یا مریضن رو تخت. خوش به حالتون حرم پسر بابل هوائجید، نوش جونتون، ناله بزنید. بعد هم میاد جلو آینه زلفاشو جونه میکنه، میاد میگه مادر من قشنگم. بابا بیاد میگه دخترم چقدر قشنگ شدی. بمیرم این دختر تو خرابه راه میرم، میگم عمت بابام بیاد منو میشناسه یا نه؟ بابام بیاد نگه تو دختر کی هستید، چرا کمرت خم شده، چرا صورتت بابا به هم ریخته. عمه بابام بیاد منو میشنازه یا نه؟ بچه رفت گوشه خرابه بخوابه، متکانیست تو خرابه، خاکارو جمع کرد یه خشتی درست کرد، یتیما منو ببخشن. تو شما خیلی هاتون مادر بابا از دست دادید، همشونو دعا کنید. اومد سرش روی خشتا بگذارد، به خودش میگفت اکنون که نیامد ز سفر ماه منیرم، خوب است در این گوشه ویرانه بمیرم. با من نزند حرف کسی چون که یتیمم، از من نکشد ناز کسی چون که اسیرم. بچه خوابید خواب بابا شدید، روزم رو کوتاه کردم فقط یه ناله شما بزنید. بچه خوابید خواب باباش حسین رو دید، شروع کرد تو خواب با باباش حرف زدن، هی میگفت بابا یا ابا یا ابا یا ابا، با غیرت ها منو ببخشید. میگفت بابا ما رو مثل برده ها مردن شهر شام، بابا انقدر آتیش سر ما ریختن، بابا بابا ما رو یه خرابه آوردن، یه پرده ندارن داریم بزنیم نامحرم ها ما رو نگاه نکنن. هی گفت گفت، از خواب بیدار شد، دید همش خوابه، شروع کرد ناله زدن یا ابا حسین
کربلا رفته ها، کربلا نرفته ها. اینم برای کربلاتون بگم، یه دفعه دید طبق دارن میارن، گفت عمه من که غذا نمیخوام دارن طبق میارن. گفت نه عزیز برادرم، تو طبق یه چیز دیگه است، طبق و جناز دو قیه گذاشتن، حرف آخرم یه ناله بزن. آی زن و مرد، آی اونا که صدا منو میشنوید، بچه تا اینجا میگفت اگر بابا منو ببینه میشنزه یا نه. آی حسینی ها، تا رو بوشو کنار زد بچه باباشو نشناخ. آیا تو بابای منی؟ پس بدنت کجا حسین؟ به به، دستای خالی دونو بالا بیارید، چند مرتبه خدا رو صدا بزنید. الهی علم، الهی